سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. در گفتگوی سیاسی این هفته با بهروز عارفی هستیم. سلام بر تو بهروز عزیز. سلام بر شما و دوستان بیننده. کرونا در سطح جهان چنان قربانیان زیادی رو روزانه از مردمان جهان میگیره که برای بسیاری قبل از آن اصلا این مسئله امکان ناپذیر نبود. یک شوک واقعی در میان همه مردمان جهان، در میان همه نهادهای بین‌المللی سازمان داده که این شوک با هیچ واقعی دیگری قابل قیاس نیست. وبای دهه های پیش یا طاعون وباهای پیش و به عنوان یک استوری، به عنوان یک تاریخ سپری شده محسوب می شد، ولی امروز کرونا یک واقعه جهانی روزمره است و مثل اینکه داره به یک عادت تبدیل میشه. لیست قربانیانی که روزانه اعلام میشه، ارزیابی شما از این قضیه چه هست و شما چه تصویری از این جریان دارید، خصوصا با توجه به اینکه این جریان کرونا تبدیل به یک جنگ هژمونی، جنگ واقعی بین آمریکا و چین شده و ما همچنان گرفتار واقع هستیم؟ اپیدمی کرونا ویروس یک جور میشه گفت که فستیوالی از نامعلومی هاست، فستیوال چیزهای ناروشن. منشأش کاملا با اطمینان نمیشه گفت کجاست، گرچه تا حدی روشنه، ولی منشأ نامعلوم، خاتمهش معلوم نیست که خواهد بود، چقدر طول میکشه، آیا قربانیان به همین میزانی که الان داریم 300 و خورده هزار نفر محدود خواهد شد یا قربانیان بیشتری هم خواهیم داشت. قبل از همه نشون داد که انسانها در مقابل خطرات، به خصوص خطرات طبیعی و همچنین نوعی که باید با این خطرات مقابله کرد، یکسان و برابر نیستند. اپیدمی کرونا ویروس در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نشون داد که جهانی شدن سرمایه با شکست فاحشی روبرو شده. تنها مسئله ای که میشه به عنوان امر مثبت از درون این 3 ماه اپیدمی بیرون آورد، همبستگی بین مردمه، همبستگی بین به ویژه طبقات زحمتکش، کسانی که کار میکنن، کسانی که بار سنگین بهداشت جهانی، پرسنل بیمارستان ها بر دوش شونه. به همین جهت این در واقع شرایط پاندمی نشون داد که سرمایه‌داری نولیبرالی که در اروپا و آمریکا حاکمه، که قاعدهش نه فقط استثمار کار و افزایش حداکثری سود بوده، بلکه حسابرسی، سودآور کردن و تجارتی کردن همه فعالیت‌های انسانی است، باعث شده که در مقابل یک اپیدمی به این وسعت همه به دیگری نیازمند باشند. همین مسئله جهانی شدن باعث شد که همه کشورهای اروپا برای نیاز بهداشتی خودشون میبایست از چین کرونا ماسک میآوردن. حتی این اپیدمی باعث شد که مردم فرانسه بفهمن که 70% داروی پاراستامول، اسیدامینوفن در ایران که داروی مسکن پرمصرف دنیاست، و 60% آنتیبیوتیک های مصرفی در یکی از کشورهای مادر صنایع داروسازی از چین وارد میشه. مسئله انگشت گذاشتن رو فقط چین نیست، مسئله اینه که این گلوبالیزاسیون باعث شده که
سرمایه‌دارها برای سرمایه برای سود آوری راحت تمام سرمایه‌های خودشون رو بر جاهایی که مزد کم بوده، کنترلی بر نیروی کار وجود نداشته، اینکه سندیکایی در چین وجود به اون صورت نداره، دولتیه، و بحران مدیریت برای دولت فرانسه ایجاد نمیکنه این مسئله. اینا 40 سال 50 سال گذاشتن که تمام این صنایع در تمام دنیا در کشورهایی که مزد کمه پخش بشه، به همین جهت باعث میشه که به رقابت هم ور بلند میشن، ماسک هم دیگر میدوزن. یعنی نشون داد که سرمایه داری اصلا هیچ نوع همبستگی به جز سود سرش نمیشه. هممون دیدیم که دولت فرانسه در فرانسه در شهر لیون 2 میلیون ماسک مال سوئدیا بود که قرار بود 1 میلیونش به ایتالیا و اسپانیا که وضع خطرناکی دارن صادر بشه، فرستاده بشه. دولت فرانسه اینا رو جلوشو گرفت. بعد که معلوم شد که نصفش مال اسپانیا و ایتالیاست، دولت فرانسه 1 میلیون اونا رو گذاشت بره، ولی سهم سوئد رو ضبط کرد برای اینکه ما خودمون بیشتر نیاز داریم. دیدیم دولت چک در فرودگاه پراگ میزان خیلی انبوهی ماسک که برای ایتالیا میرفت از طریق اونجا همه رو ضبط کرد. در هفته های گذشته فهمیدیم که مهمترین نوع ماسک ماسکیه که برای جراحی در اتاقای در واقع کرونایی مصرف میشه، کارخانه 3M آمریکا میسازه، کارخونهش در انگلستانه، مرکز پخشش در آلمان، در شهری مرکز پخش اروپایی مورد نظرمه، در شهری در نزدیکی های کلنه. دولت آلمان تمام ماسک های فرانسه رو که قرار بود از طریق اونجا بیاد فرانسه همه رو ضبط کرد برای خودش. به همین جهت بی خود نیست که میبینین از نظر کالاهای بهداشتی وضع آلمان بهتر از دیگران بود. یه مقدارش بخش این بود که کنترل در واقع پخش دست این بود در مورد ماسک خیلی ضروری و اینو چیز بکردن. به همین جهت این خلاصه کنم، این شرایطی که پیش اومد این فکر رو ایجاد کرد که نمیشه همونطور که قبل زندگی میکردیم ادامه بدیم. شرایط قبل از اپیدمی با شرایط بعد فرق داره. ما شاهد بودیم که تغییر اکوسیستم باعث شد در 20 سال گذشته 3 تا اپیدمی بیاد. اپیدمی ابولا، اپیدمی سارس سال 2000 خورده ای و اپیدمی جدید، همه از منشأ حیوانات به انسان منتقل شده. در مورد ابولا در آفریقا خوبه که گوشتت کنیم که با زدن جنگل ها، با تغییر محیط زیست حیوانا در آفریقا، خفاش هایی که در جنگل ها زندگی می کردن محیط زیستشون رو دیدن که از دست دادن، به شهرها، به مزارع نزدیک شهرها هجوم آوردن، در اونجا منزل گرفتن. دهقانان آفریقایی دیدن که بدونی که بفهمن، دیدن محصولشون در واقع زیر بزاق خفاشا قرار گرفته. با مصرف این و با مصرف با شکار خود این خفاشا، چون به گوشت نیاز دارن، ویروس ابولا به انسانها منتقل شد که چند صد هزار نفر کشته داد. در گذشته هم همین بوده. در قرن گذشته، موقعی که در قرن ما قبل گذشته در واقع، موقعی که امپراتوری بریتانیا بر بنگال و هند حاکم بود، برای کشت گندم رفتن مردابهای بنگال رو خشک کردن. حیوانات، سلول های آبزی که هیچ
صدمه به انسان میرسید از طریق تغییر این مرداب ها به کشتزار برنج به انسان ها منتقل شدن و با شیوعی مرضی مواجه شدیم که بعدها اسمشو گذاشتن وبا. یعنی شما نگاه کنید در 100 سال گذشته هر بیماری واگیری که جهان را به کشتار کشیده منشأش خود انسان بوده. به همین جهت الان پذیرفتن که نباید مثل سابق زندگی بکنیم و این سیاستمداران و صاحب نظرها فیلسوفا همه رو به فکر ما داشتن. به همین جهت از همین الان فکر میکنن که فردای ویروس کرونا چجوری با زندگی کرد. از نظر اجتماعی و سیاسی که مسئله مهمیه، مسئله مدیریت در واقع این دولت‌ها نوع برخورد انسان‌ها رو به این ویروس نشون میده که چه باید کرد. طبیعتاً صاحبان قدرت تلاش خواهند کرد که ملغمه ناجوری بین کهنه و نو برای ایجاد یک نظم اجتماعی جدید، به اصطلاح جدید، برای اینکه در واقع بزک کردن نظم اجتماعی گذشته کاری بکنن که باعث خروج از بحران کنونی بشه. در فرانسه برخی از ناظران سیاسی و اقتصادی 4 شکل هژمونی بر سیاست جهان رو پیش بینی میکنن. خیلی خلاصه میگم، اینکه یک، ادامه محافظه‌کاری نئولیبرالیسم و نئولیبرالیسم واقعا غیر انسانی برای بازسازی نوعی نئولیبرالیسم جدید که رهبریش حتما با نخبگان راست خواهد بود. یه آلترناتیو دیگه مدیریت دولتی، یعنی با محوریت قدرت دولتی، پسگرا و ضد خارجی در چارچوب راستگرای افراطی و اقتدارگرا. سوم فرمولی که فکر میکنن میتونه جواب بده یک رستاخیز اجتماعی دموکراتیک با گرایش چپ نخبه‌گراست. بعد چهارمی شیوهی که پیشنهاد میکنن که این طرفداران زیادی بین کسانی که مشکل اساسی رو اکوسیستم حاکم میبینن، یک ایجاد یک شیوه پسا سرمایه‌داری و اکولوژیکیه که در واقع چپا میتونن میگن عامل این تغییر باشه، چپی که عامگرا و فراگیره، نه آن چپی که ما به عنوان مارکسیسم یا مارکسیسم در گذشته دیدیم و آن چپی که سوسیالیسم موجود رو در واقع میخواست دنبالش بره که رفت و اونم متاسفانه دیدیم که شکست خورد. این نوع چپ در واقع میگن باید یک نوع اکوسوسیالیسم ایجاد بکنه. این 4 تا محوریه که برای بیرون اومدن از بحران پیشنهاد میکنن. الان بگید، بفرمایید. فقط اینا در واقع اگه میشه جمع‌بندی کرد که محور اصلی ایجاد این بحران خود شیوه حکومت هاست، خود مسئله مرکزی دولت هاست. به همین جهت همین الان دارم بحث میکنم که دیدن که مسئله سرمایه‌داری با اینکه جهانیه ولی هر کشور یک جوری خودش تنها مسئله خودش رو حل کرد. اینکه همه تولید داخلی در زمینه‌های کلیدی رو، بهداشت کلیدی ترین مسئله است، در زمینه بهداشت، آموزش به کارخانه های آن سوی جهان بسپارن، یک اشتباه بزرگیه. یک روزه نمیتونن تمام اون کارخانه ها رو به فرانسه، آلمان، به هلند بازگردونن، ولی طبیعتاً به فکر خواهند افتاد که یک بخشی از اینها رو دوباره برای پاسخگویی به موزل های فوری به کشور مادر برگردونن. و به همین جهت تاریخ مثل پیش ادامه نخواهد یافت. حالا این تحول چگونه پیش خواهد رفت طبیعتاً به وزنه نیروهای سیاسی
در هر کشوری ربط داره. در فرانسه نیروهای چپ ضعیف‌تر از گذشتن ولی هنوز میتونن مفید باشن. در کشورهای بزرگی مثل آمریکا اصلا چپ مطرح نیست و میبینیم که پوپولیستا چه نقشی دارن. حتی مسئله زدن ماسک اونجا به یک بحران اجتماعی تبدیل شده، چه برسه به پاسخگویی به مسائل پسا ویروس کرونا که با این حکومت فعلی آمریکا پاسخش متفاوت با پاسخی که دولت‌های اروپایی به اون میدن. توی این برخورد با کرونا ما شاهد دو سه تا پروژه مختلف بودیم. یه پروژه ترامپ و نیروهای راست و در واقع پوپولیسته که در واقع تا حد زیادی اینه در حد یک آنفلانزای جزئی و مطرح کردن و تا حد زیادی تلاش کردن از زاویه در واقع خارجی ستیزی و چینی ستیزی و در واقع نژادپرستانه تا حد زیادی با این قضیه کنار بیان. قضیه ای که تاکنون ما شاهد افزایش عجیب و غریب آمارها در آمریکا و برزیل و کشورهای مشابهش بودیم، حتی انگلستان حتی با بوریس جانسونش. ولی از اون ور ما شاهد پروژه های مثل کره جنوبی هستیم که تا حد زیادی این پروژه تونست موفق بشه در مقابل در واقع این ترویج و شیوع فاجعه کرونا. فکر میکنه چقدر این در واقع نگاه ایدئولوژیک و سیاسی حکومت ها تأثیر داشته در برخورد با مسئله برخورد با شیوع این ویروس؟ همونطور که اشاره کردم به شیوای تولید در کشورهای مختلف، مسئله اقتصاد در کشورهای سرمایه‌داری شاید بدون شک آمریکا نشون داد، برزیل هم نشون داد، بر مصالح بهداشتی مردم اولویت داره. یعنی اینها تو آمریکا اختلاف نظری که بین جناح‌های مختلف هست سر این که بدون در نظر گرفتن که این میکروب این ویروس مردم میکشه، آمریکا 100,000 کشته داره میده، باید صنایع باز بشه. یعنی مسئله سوددهی و این که صنایع ما ورشکست نشن مسئله اساسی است. در کشورهای اروپا هم سعی میکنن جواب بدن ولی یک سنت همبستگی انسانی در اروپا در کشورهای قاره اروپا وجود داره. مخصوصا مثلا در فرانسه ده ها سال مبارزه کردن نیروهای اجتماعی برای اینکه بیمه به دست بیارن، همبستگی اجتماعی و سیاسی به دست بیارن، بیکاری بگیرن. و به همین جهت دیدین دولت فرانسه و آلمان خیلی زودتر به کمک بیکاران شتافت. آمریکا اصلا درش مسئله اجتماعی وجود نداره به اون صورت. به همین جهت همون مسئله سوددهی باعث شد که نادیده بگیره خطرناک بودن این ویروسو. و میبینیم هم دو تا نمونه ای که شما اشاره کردین، برزیل و ایالات متحده آمریکا، در دنیا بالاترین میزان کشتار داره میده و هنوز تموم نشده. و این طبیعتا به همون ادامه سیستم جدید، شاید با شکلای سیستم قدیم با شکلای جدید شاید برگرده که اینا نمیخوان این مسئله تولیدشون تعطیل بشه. و طبیعتاً آنجایی که مبارزه اجتماعی رشد نکرده مقابله کمی باش میشه، ولی اینطوری نمیتونن ادامه بدن. به هر حال این کشتارها حکومت رو مجبور میکنه که به مردم پاسخ بده. و منتها همونطور که گفتم در اروپا چون مردم در صف اول قرار دارن در موقعی که بحران میاد، مثلا بحران به این مهمی از نظر بهداشتی، و همین حرکت های کوچولو که طرفداری میکنن، ساعت 8 میرن دست میدنن پرستارا رو، این یک ژست کوچولوئه ولی این با ایده های
همبستگی خیلی زیادی در جامعه مواجه شد. اینکه برن به بیمارستان ها غذا بدن، نمیدونم برای پیر مردان پیر زنان برن خرید بکنن، یعنی یک جور دولت در مقابل دولت، مردم با سابقه مبارزه اجتماعی که دارن در خودشون رفته و ایجاد میکنن. این در بعضی جوان مثل آمریکا و برزیل با مثلا با دولت که دولت ها نمیذارن این اوضاع ایجاد بشه. خب در آمریکا مردم هم یه مقدار با اون سیستم سرمایداری، یک نوع سرمایداری وحشی عادت کردن که همه چی خصوصی است، حتی بهداشت هم خصوصی است و کسانی که میرن بیمارستان تست کرونا میدن بعد از جیب خودشون بدن. و طبیعتا همینه که من در اول صحبتم گفتم که در مقابل ویروس هیچ گروهی مساوی نیست، چه برخورد به ضایعات ویروس، چه در برخورد به زندگی. برای زندگی خصوصی شما فکر کنید خانواده‌ای که در یک اتاق 10 متری 4 نفره 5 نفره زندگی میکنند، 3 ماه در این اتاق حالت محبوس دارن. طبیعتا این با طبقات متوسط مثل ما که یه مدار دست وضعشون بهتره، 100 متر دارن، و با اونایی که باغ 10,000 متری داره اصلا نمیفهمه قرنطینه یعنی چی، طبیعتا یک برخورد نداره. این آقای پولدار نگرانی شام شب بچه‌شو نداره، در حالی که خیلی ها رفتن کار کردن برای اینکه محتاج روزی بچه‌هاشون بودن و متاسفانه به میکروب به ویروس آلوده شدن. و این تفاوت در واقع در بین در نوع مدیریت دولت‌ها رو می‌بینیم. دقیقا این شما از ناعادلانه بودن و نابرابر بودن انسان‌ها در مقابل ویروس به درستی گفتید. به این میشه اضافه کرد نزدیک به 1.5 میلیارد انسانی که به آب آشامیدنی، به آب قابل دسترس در واقع دسترسی ندارن و یکی از اصلی ترین راه مقابله با این ویروس شستن دست ها و دست هاست بر با حداقل در 20 ثانیه در جایی که آب نیست و مسئله آب به عنوان یک چیز حیاتی حتی برای ادامه زندگی در شرایط غیر ویروسی هم در واقع حیاتیه، میشه گفت که چه فاجعه‌ای بر این جوامع میره تا خود این در واقع کالایی شدن خدمات بهداشتی که و سودآور شدنش و اینکه به قول شما اصلی ترین چیز حیات و دفاع از زندگی انسان ها دست بنگاه های سودآور بیفته، این خودش یک فاجعه است. و در این دنیای کرونایی ما شاهد زیر رفتن بسیاری از تحولاتی هستیم که جریان داره، از جنگ سوریه گرفته تا جنگ یمن تا گرسنگی ویروس گرسنگی که روزانه 7,000 کودک رو در جهان ما میکشه تا بیابی و بحرانهای متعدد. در این بحرانها میشه گفت که توی این دوره به خاطر به اصطلاح روز قدسی که بود، مسئله فلسطین باز تا حدی مطرح شد، مسئله ای که مدت هاست در خاموشی و سکوت رسانه های جهانی در واقع همراهی میشه، یعنی سکوت فاجعه‌ای که مسئله الحاق سرزمین‌های اشغالی رو اسرائیل داره قانونی میکنه و از طرف ایالات متحده به رسمیت شناخته میشه و دولت جدید اسرائیل قانوناً داره این اراضی رو وصف میکنه. این مسئله چقدر در واقع بر صلح خاورمیانه و در منطقه‌ای که هم سال هاست مسئله فلسطین، دهه هاست مسئله فلسطین اصلی ترین مسئلهش بوده، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ 72 سال از نکبه به معنی فاجعه میگذره، یعنی دولت اسرائیل به وجود اومد، فلسطینی ها رو بخش بزرگشون رو از کشور خودشون اخراج کردن.
مسئله اساسی که برای اسرائیلیا در این 72 سال مطرح بوده این که هیچ کاری با همسایگان خودشون ندارن. یعنی کشوری که ایجاد میشه باید موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خودشم بسنجه که در کدوم منطقه زندگی میکنه. اسرائیل کشور اروپاییان یهودیست در بین کشورهای عرب خاورمیانه و از همون اول مسئله کشیدن دیوار دور خودش مسئله اساسی اینا بوده و این دیوار رو بعداً به یک صورتی بهش عمل کردن، ادامه هم داره. ببینین اسرائیل با تکیه به قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا در این 40-50 سال به کشورهای همسایه تجاوز کرده، چندین جنگ کرده، در سالهای اخیر غزه رو ویران کرده، دوبار به لبنان حمله کرده، ده ها قطعنامه سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی با وجود وتویی که اغلب آمریکا میکنه در این موارد که انقدر مسئله واضح بوده که آمریکا فقط غیبت کرد در رأی دادن، اینا رو زیر پا میذاره، اجرا نمیکنه و هیچ کس نمیگه بالای چشمت ابروز. این مسئله توازن قواست و طبیعتاً تغییراتی که در درون جامعه اسرائیل در سالهای اخیر پیش آمده از همون چیز قبل از تلفن قطع میکنم بعد چیزش میکنم، نگران نباش. دوباره میگم اون چیز بکن، مثلا یادم رفت. نه اب نداره. نه هم میخواست بگی که توازن قوا توی اسرائیل در واقع بعد از این چیز در واقع انتخابات اینو چیزی به هم خورده. با توجه به موقعیتی که دولت اسرائیل داره، بی توجهیش به تمام قطعنامه های سازمان ملل و درخواست های نهادهای بین المللی، همچنان در ساختن خانه های یهودی نشین جلو رفته، شرک های استعماری رو آنچنان پیشرفت داده که 600 هزار نفر امروز در سرزمین های فلسطینی زندگی می کنند. بسیار مشکل عقبگرد این جریان که تمام سیاستی که پیاده کردن اسرائیلی‌ها این بوده که از ایجاد دولت فلسطینی که بتونه از نظر سرزمینی پیوستگی داشته باشه و مرز قابل دفاع داشته باشه، نیروی نظامی خودشو داشته باشه، استقلال داشته باشه، از اینا جلوگیری کرده. و الان بعد از اینکه 30% از سرزمین های کرانه باختری رود اردن رو عملا با ساختن شهرک های استعماری به اشغال خودش در آورده، با پشتیبانی دولت ترامپ و این مسکه توافقنامه ای که به عنوان توافق قرن معامله قرن مشهور شده، اجازه داده که بیت المقدس رو رسما پایتخت خودش بکنه، تمام بیت المقدس رو، اجازه داده که شهرک های یهودی نشین رو به خاک اسرائیل ضمیمه بکنه، با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا اسرائیل ارتفاعات جولان سوریه رو که سرزمین اشغال شده است و سازمان ملل همچنان سرزمین اشغال شده میشناسه به خاک خودش الحاق میکنه. دولت ترامپ برخلاف تمام قطعنامه‌های سازمان ملل
که بیت المقدس شرقی رو شهر اشغال شده میشناسه، سفارت خود رو به بیت المقدس منتقل میکنه و اکنون در این اوضاع تحت درگیری کرونا که مسائل عمده مردم نجات در واقع خودشونه، اجازه میده که به زودی بخشهایی از دره رود اردن رو به خودش ملحق بکنه. عملا اسرائیل به اتکای زور و کمک‌های بلا حد آمریکا تونسته سیاست‌های استعماری خودشو پیاده بکنه. با الحاق دره رود اردن به اسرائیل، عملا سرزمین باختری رود اردن که در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی است هیچ گونه مرزی با اردن نخواهد داشت. تنها امکان راه زمینی پل آلنبی خواهد بود که بعد تحت کنترل اسرائیلی هاست. خود دولت اردن هم این مسئله براش بسیار گرون هست. به همین جهت دولت اردن حالا اعلام موضع کرده که اگر اسرائیل سرزمین های دره اردن رو به خاک خودش ملحق بکنه، ما قرارداد صلح رو فسخ میکنیم. میدونین مصر و اردن دو تا کشوری هستند که فقط با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرده و سفیر رد و بدل کردن. در این شرایط دیدیم که دولت نتانیاهو که با فشار خیلی زیاد روبرو بود، چون به خاطر فساد و تقلب و خیانت در امانت مورد تعقیب دادگستری است و دیروز یک شنبه در دادگاه برای اولین بار یک نخست وزیر اسرائیل در دادگاه حضور پیدا کرد، ولی در کمتر از یک سال گذشته به خاطر عدم توانایی در تشکیل دولت 3 انتخابات بر مردم اسرائیل تحمیل کرده. در مقابلش اون جریان آبی سفید و بنی گانتس رهبرش بر تمام قولهایی که داشت خط بطلان کشید که حاضر نبود با دولت با نتانیاهو دولت مشترک و ائتلافی تشکیل بده، قبول کرد دولت ائتلافی بده و ایشون در واقع در هیچ جز اختلاف شخصی و از این که ایشون فاسده نتانیاهو اختلاف سیاسی خاصی دوتا جریان با هم ندارن، با لیکود و آبی سبیل. به همین جهت دیروزم با مانوری که نتانیاهو در دادگاه کرد که من پرونده رو نخوندم مسئله رو به عقب موکول کردن، دادگاه تشکیل نشد. ولی اینها مسائلی هستن که تأثیر کوچکترین تأثیری در سیاست خارجی اسرائیل ندارن. یعنی سیاست استعماری که اسرائیل 72 سال در پیش گرفته، همونطور که بن‌گوریون گفت ما احتیاجی به قراردادهای صلح نداریم، قراردادهای آتش بس برای ما کافی است، ما این قراردادهای آتش بس ما کیلومتر به کیلومتر جلو میریم و همه سرزمین های اسرائیل بزرگ را ضبط خواهیم کرد که عملا دارن با پشتیبانی آمریکا پیش میرن. منتها مقاومت مردم فلسطین رو نباید نادیده گرفت. مردمی که فقط آواره حساب میشدن عضو سازمان ملل هستن، گرچه به عنوان ناظر ولی عضو سازمان ملل هستن، عضو دیوان بین المللی هستن، عضو رسمی یونسکو هستن. بعد دولت‌های بیشماری، حتی دولت‌های اروپایی دولت فلسطین رو به رسمیت شناخته، اتحادیه اروپا با انضمام سرزمین‌ها مخالفت می‌کنه. امیدواریم که از حرف تجاوز بکنه و در مقابل این پشتیبانی آمریکا یک وزنه‌ای باشه. چین و روسیه موضعشون کاملا روشن نیست، ولی بعید هست که حداقل چینی‌ها در سازمان ملل
وتو نکنند مسئله انضمام دره رود اردن رو. ولی متاسفانه به خاطر همین توازن قوایی که در منطقه اسرائیل داره با تکیه به زور کار خودش پیش برده، ولی عملا بحران بیشتری ایجاد خواهد کرد، برای اینکه این دیگه انضمام سرزمین های دیگران در روز روشنه و طبیعی است که حقوق بین الملل نمیتونه بی تفاوت باشه اگر اینکه این دفعه از حرف تجاوز بکنه به عمل برسه این تهدیدهایی و محکومیتهایی که انجام میدن. این در واقع برگردیم به این جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی مسئله فلسطین، بسیاری از در واقع تبلیغات حکومت ایران بر پایه به اصطلاح نابودی 25 سالی اسرائیل رفتن باره تو همین نزدیکی های روز قدس، در واقع برخی از سایت های محلی اسرائیل رو هک کردن و تا حد زیادی این مسئله سایه انداخت. بسیاری از ناسیونالیست های ایرانی که مخالف رژیم ایرانن فکر میکنن مسئله فلسطین مسئله حکومت ایرانه، ولی اون چیزی که حداقل تاریخ در 40 سالی گذشته نشون داده جمهوری اسلامی جز ضربه زدن و آرمان رهایی فلسطین کاری نکرده. ارزیابیتون از این اقدام حکومت نمایشی حکومت اسلامی چیه؟ سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل بنا به اظهار بیشتر ناظران اسرائیلی بزرگترین متحد دولت اسرائیله. این سیاست که با یهود ستیزی هم آغشته است، مثلا همین ریختن یهودی ها به دریا یا اینکه در ایران انتشاراتی که علیه یهودکشی نازی ها دارن یا انکار همین فاجعه بزرگ یهودکشی نازی ها کم چیزی نیست. و اتفاقا این ایجاد روز قدس بیشتر برای پاسخگویی به نیازهای سیاسی خود دولت جمهوری اسلامیه که میخواست در خاورمیانه نیرو جمع بکنیم. نگاه بکنیم برخلاف آنچه که در ایران شایعه، جمهوری اسلامی به مردم فلسطین کمکی نکرده. میزان کمک مالی که جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی و حماس کرده در مقایسه با کمکی که مثلا به حزب الله لبنان میکنه که هر سال 700 میلیون دلاره حداقل، خیلی ناچیزتره. جمعا در این 20 سال شاید به 300-400 میلیون دلار در مجموع برسه که طبیعتا موقعی که مردم ایران نیاز دارن هر کمک بیهوده برای دیگری توجیه نداره. ولی این کمک هم به عنوان کمک انسانی نیست، برای خرید اسلحه در اختیار این دوتا نیرو میذاره که نقشه صلح رو برهم بزنن. مسئله برخورد اسرائیل و جمهوری اسلامی مسئله اساسی نیست. اینا دو تا دولت هم میتونن در کشاکش باشن، اون بره سایت های اون رو چیز بکنه، هک بکنه، اونم پاسخ بده. و مسئله اساسی اینه که دولت جمهوری اسلامی در سیاستش عمدتا حرفه. دولت اسرائیل بارها در سال گذشته مواضع جمهوری اسلامی رو در سوریه بمباران کرده. دولت جمهوری اسلامی کوچکترین جوابی نداده. دو روز پیش در ارتباط با روز قدس یک پوستری دفتر خامنه‌ای رو سایت خامنه‌ای در آورده که به این، اولا جالبه که مسجد الاقصی رو در مقابل کنارش مردم گذاشته با عکس سلیمانی، که مطمئنم که اصلا مردم بیت المقدس، مردم فلسطینی بیت المقدس اصلا سلیمانی رو شاید اصلا نشناسن، چه بسا بیان عکسش رو بالا بکنن. ولی در روی این آفیش نوشته بودن Final Solution Freedom of Palestine. Final Solution راه حل نهایی، در واقع نقشه مرکزی دولت نازی هیتلر و
برای سرکوب کردن و قلع و قمع یهودی ها بوده. این کاملا نجات پرستانه و از روی یهود ستیزیه که همچون شعاری، یعنی دولت، دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایتش آفیشی بیارن که شعار مرکزی نازی ها در یهودی کشی بیاد در بالاش قرار بگیره. و همین جهت بخشی از سیاست های دولت جمهوری اسلامی یهود ستیزانه است، باید محکوم کرد. و در ضمن من با یه ماه پیش در همین روزگار کرونا تلفنی با خانم لیلا شهید صحبت میکردم، سفیر سابق فلسطین در فرانسه و اتحادیه اروپا. میگفت که امیدواریم که اتفاقا صحبت از روز قدس گفت، امیدواریم اینا باز شاهکار دیگه ای نزنن، دست از سر ما بردارن، ما کمک جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما رو عذاب ندن، ما بیشتر ممنون میشیم. خلاصه این موضع یک سفیره، ولی موضع رسمی فلسطین نیست، ولی موضع تشکیلات خودگردان هم با موضع جمهوری اسلامی کاملا فرق داره. فقط اشاره کنم که در ارتباط با الحاق دره رود اردن، محمود عباس بارها حرفی تهدید کرده بود که روابط امنیتی و همکاری امنیتیش رو با آمریکا و اسرائیل که برای اسرائیل خیلی مهمه قطع خواهد کرد. دو روز پیش اعلام کرده که این کار را میکند و این کار در واقع الان اصولا یک جوری تشکیلات خودگردان وجود رسمی برای از نظر محمود عباس نداره و دولت اسرائیل اگر ادامه بده باید مدیریت سرزمین‌های اشغالی رو مستقیما به عهده بگیره که در واقع تغییر کیفی داره، گرچه سرزمین‌های اشغالی هستن ولی بخششون خودگردانن. در این اگر این کارو بکنه باید جوابگوی تمام نیازهای فلسطینی‌های این مناطق اشغال شده باشه. شما به درستی بر اون تصویر بردانی حکومت اسلامی از سیاستش، سیاست نازی هاست، فاینال سلوشن، در واقع تأکید کردید که یک پرده برداری بود از سیاستی که جمهوری اسلامی در واقع یک سیاست نجات پرستانه علیه یهودی ها پرده برداشت و در واقع او کمک هایی که به قول شما به حماس و جهاد اسلامی کرد جز تقویت یک جنگ مذهبی، یک جنگ فرقه‌ای، چیز دیگری در خدمت جنبش فلسطین و رهایی، جنبش رهایی نداشته. یک نکته فقط خیلی اهمیت داره، متاسفانه در درون کشور در بعضی از تظاهرات هم دیدیم که مردم ایران در دام تبلیغات دو طرف میفتند. به خاطر نفرتی که از جمهوری اسلامی دارن به سوی شعارهای دشمنان جمهوری اسلامی میرن. اینو باید به یاد داشته باشیم، دشمن من الزاماً دوست من نیست. دولت اسرائیل دوست مردم ایران نیست، با سیاستهاش نشون میده. و مسئله فلسطین مسئله اسلامی نیست، یک مسئله استعماری است. ماکسیم رودنسون زنده یاد، که خودش یهودی تبار بود، جامعه شناس یهودی تبار فرانسوی، میگفت مسئله اسرائیل و مسئله صهیونیسم یک امر استعماری است. کتابی هم داره در این مورد. از نظر ژئوپلیتیک وجود فلسطین بسیار اهمیت داره. به همین جهت با گذشت نزدیک به یک قرن زیر یوغ بریتانیا و 72 سال با اشغال اسرائیلی ها هنوز این مردم زنده هستند و مقاومت فلسطین ادامه داره. برای اینکه این یادمون نره که در سالهایی میگفتن ویتنام مظهر چیست، ویتنام مظهر مبارزه با بزرگترین امپریالیسم و قدرتمندترین امپریالیسم جهان بود که به زانو در آورد برای اینکه عدالت در کشور خودش اجرا بشه.
اینجا هم فلسطینی ها چیزی دیگه ای نمیخوان که عدالت اجرا بشه، در سرزمین خودشون حق داشته باشن زندگی بکنن. ایرانی هایی که به فلسطین میتازن با یک اعلامیه ای که یک کشور عربی خلیج فارس را خلیج عربی مینامه به حق اعتراض میکنن. آیا روزی اگر ایران یه بخشش به یک کشور دیگه بیاد اشغال کنه چی؟ شما چرا اون چی که در مورد خودتون درست میدونین در مورد فلسطینی ها نادیده میگیرین؟ و برخی هم از جناهای مختلف شوونیست ایرانی اصلا واقعیات تاریخ فلسطین و اسرائیل رو غلط میکنن که اون خودش یک بحث جداست. درود بر تو بهروز عارفی عزیز و امیدوارم که به زودی باز شما رو داشته باشیم که درباره ایران و آلترناتیو های ممکن در مقابل حکومت اسلامی گفتگو با هم داشته باشیم. طبیعتا مسئله ایران و سیاستی که اپوزیسیون ایران باید داشته باشه خیلی اهمیت داره. بحث طولانی است، اشاره فقط بکنیم که متاسفانه اپوزیسیون جمهوری اسلامی و به ویژه آن اپوزیسیونی که ما فکر میکنیم حق داره که در پرچم مبارزه با جمهوری اسلامی رو بیشتر برافراشته نگه داره، نیروهای چپ متاسفانه دچار اشتباه و نقایص زیادی هستند و باید هرچه زودتر پاسخ بدن به نیازی که جامعه داره که بتونیم پاسخ بدیم برای فکر کردن به آینده‌ای بسیار بهتر در ایران عزیز. درود بر تو بهروز عزیز و شما بینندگان عزیز که به این گفتگو توجه